به نام خدا، محمد عظیمی هستم. در این ویدیوی آموزشی میخوام نحوه برنامه‌نویسی برای سیستم عامل مک او اس رو بهتون آموزش بدم با زبان C# و ویژوال استودیو. من یک ویدیو قبلا در این مورد براتون گرفتم که توی کانال گذاشتم، ولی خب اون تکنولوژیش فرق میکرد، .NET معاوی بود و دیزاینش با اینکه مختص برای خود دستگاه‌های مک او اس بنویسیم بدون واسطه و فقط زبان C# باشه نبودش، چون یوزر اینترفیسمون رو ما اونجا از XML استفاده میکردیم. و در این ویدیو آموزشی یوزر اینترفیس هامون رو با سویفت وی آی و ایکس کود پیش میبریم. به خاطر همین یک مقدار تفاوت هستش بین این دو تا پروژه، یعنی این پروژه که الان میخوام بهتون نشون بدم و پروژه قبلی که .NET معاوی بود. میریم تا ببینیم که اگر بخوایم یک پروژه رو مستقل و فقط با زبان C# توسط ویژوال استودیو پیاده سازی بکنیم چی کار باید انجام بدیم. خب برای این منظور ابتدا باز میکنم نرم افزار ویژوال استودیوم رو، نیو پروژکت میکنم، ابتدا مک او اس خودم رو انتخاب میکنم از مک او اس اپلیکیشن و کانتینیو. یک نام برای پروژتون در نظر میگیرید، به عنوان مثال my first app create میکنیم. خب در سمت چپ ویژوال استودیو بچه ها my first application باز شده، سلوشن من باز میکنم. در اینجا پوشای created service، native reference و ascent و فایل های مربوط از قبیل info، main cs، main storyboard و viewcontrol.cs، viewcontrol.designer.cs رو اینجا برای شما به صورت پیش‌فرض ویژوال استودیو می‌سازه. فایلی که وظیفه دیزاین اپلیکیشن ما رو بر عهده داره مین استوری بورد هستش. بر روی مین استوری بورد دوبار کلیک میکنیم و پروژه ما به صورت اتوماتیک لینک میشه بر روی ایکس کد. دوستان توجه داشته باشید که نرم افزار یعنی IDE ایکس کد رو هم حتما روی مک او اس خودتون نصب بکنید، برای اینکه اگر بخواید اپلیکیشن های iOS برای آیفون بخواید بنویسید یا اپلیکیشن هایی که مخصوص خود دستگاه مک باشه به این برنامه نیاز دارید برای هندل کردن و اجراشون. برای مثال در ویدیو قبل دیدیم که هرچند که با معاوی .NET UI ما اون اپلیکیشن ها رو اپلیکیشن خودمون رو مثالمون رو پیاده سازی کردیم، ولی از قسمتی که وظیفه اجرای اپلیکیشن iOS بود سیمولیتور ایکس کود اون رو بر عهده گرفت و اجرا کرد. خب در این قسمت شما ابتدا ویو کنترل رو میبینید دوستان در قسمت نویگیشن بار در بالا نام پروژه شما، اینها رو به صورت پیش‌فرض ایکس کد برای ما درست کرده این نویگیشن ها رو که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اگر نیاز هم ندارید میتونیم دیلیت بکنیم یا چیزهای جدید بهش اضافه بکنیم با آیکون، بدون آیکون یا هر تغییر دیگه که بخوایم بدیم. من این رو ماکسیمایزش میکنم که بهتر بتونیم ببینیم. در این قسمت بر روی مین کلیک میکنید، از قسمت بالا اینجا از به اضافه رو لایبری رو باز میکنید. در قسمت لایبری در اولین قسمتش در قسمت آبجکت شما به تمام کامپوننت هایی که در ایکس کود قرار گرفته شدن دسترسی دارید. خب هر کامپوننتی رو که
در پروژمون بهش نیاز داریم، میتونیم اینجا درگ دامش کنیم توی فیلد پایین، پنجره پایین، و ازشون استفاده بکنیم. خب در این مثال من ابتدا یک لیبل اضافه میکنم و نام لیبل خودم رو قرار میدم Welcome to macOS programming. میتونم خیلی راحت هر قسمتی از پنجره که بخوام کامپوننت های خودم رو دیزاینش رو تعیین بکنم. یک لول دیگه اضافه میکنم محمد عظیمی، فونتش رو تغییر میدم، رنگش رو به عنوان مثال رنگ آبی، و میتونیم هر چیز دیگه که بخوایم اضافه کنیم. خب در گام بعد یک لیبل مجددا انتخاب میکنم و دو تا بوتون اضافه میکنم به پنجرم. بوتون ها رو میتونیم هم زیر هم، هم کنار هم دیگه، بسته به دیزاین خودتون. لیبل رو انتخاب میکنم، فونت و هر تغییر دیگه که بخواید میتونید روی لیبل وقتی کلیک بکنید دوستان تو قسمت ایکس کد سمت چپ مثل ویژوال استودیو پراپرتی های اون کنترل برای شما باز میشه و میتونید تغییرات رو بدید. خب تو این پروژه من میخوام چیکار بکنم دوستان؟ میخوام زمانی که شما بر روی این باتون یعنی یوزر من کلیک بکنه، میخوام مقدار این لیبل تغییر بکنه و زمانی که روی این باتون کلیک کرد مقدارش نال بشه و ریست بکنه در واقع. خب من اینجا این باتون رو اسمشو مسیج قرار میدم، باتونی که وظیفه نمایش یعنی تغییر چنج ولیوی مقدار اولیه لیبل من هستش مسیج، و باتون بعد رو ریست قرار میدم، ریست و مسیج. خب چون نمیخوام مقدار اولیه لیبل هم معلوم بشه اینجا، این رو میتونیم اورنج بذاریم و سایزش رو هم میتونیم یکم بزرگتر بکنیم. خب پس اینجا کافیه که من لیبل رو انتخاب بکنم و از بالا در قسمت تکس مقدار اولیش رو حذف بکنم. خب این لیبل من اینجا. خب حالا که کار دیزاینمون، طراحی دیزاینمون، یوزر اینترفیسمون توی ایکس کد تموم شد، برای اینکه تغییراتی که در اینجا در ایکس کد اعمال کردیم روی ویژوال استودیومون هم اعمال بشه، یعنی بهش دسترسی داشته باشیم، ایکس کد رو من مجددا مینیمایز میکنم. از ویژوال استودیو از قسمت ادیتور بر روی اسیستنت کلیک بکنید. به معنی که روی اسیستنت کلیک بکنید دوستان، این نوار برای شما اینجا باز میشه توی ایکس کد. خب نکته که باید بهش توجه بکنید این استش که ابتدا ویو کنترل خودتون رو بر روی اچ قرار بدید. ببینید اگر شما از اینجا کلیک بکنید بر روی ویو کنترل در قسمتی که کد هستش کلیک بکنید، شما دو تا دسترسی دارید،
MView Control و HView Control. HView Control رو انتخاب بکنید، کامپوننتتون رو View C Sharp C، و کاری که قراره اینجا انجام بدید این هستش که بر روی کامپوننتی که میخواین اضافه بکنید کلیک بکنید از طریق راست کلید موز. دوستان دقت بکنید، راست کلید موز فشار بدید و یک ریلیشنشیپ از بالا به پایین ایجاد بکنید. میتونید خط کدتون رو روی 13 14 که روی من برای من نشون میده پایین سمیکالن انجام بدید. خب به محض که این کار رو انجام میدید این پنجره برای شما باز میشه که باید یک نام برای این کامپوننت انتخاب بکنید، یک پراپرتی نیم که بتونید بعداً توی ویژوال استودیو فراخونیش بکنید و ازش استفاده بکنید. من این تکست رو میذارم تی بی، یعنی تکست باکس خط فاصله، و به عنوان مثال تکست تی بی تکست کانکت رو میزنم. این برای من اینجا ایجاد شد. همین کار رو برای باتون و باتون مسیج و ریست هم انجام میدم. این بار میام پایین سمیکالن، اینو میذارم در قسمت یوزر اینترفیس ویو کنترلر، لیبل خودم رو اد کردم و مسیج باتون مسیج رو در پایین این اضافه میکنم. برای این BTN که مخفف باتون برای من، خط فاصله مسیج خودم میدونم و کانکشنش رو دوستان، چون این باتون قراره برای ما یک کاری رو انجام بده، یعنی زمانی که کلیک روش میشه یک فعالیت رو انجام بده، کانکشنش رو از اوتلت میذارم بر روی اکشن و کانک رو میزنم. برای ریست هم همین کار رو میکنیم، در سطر پایین btn reset و action. خب زمانی که این کار رو همینجا انجام دادید عموما کار ما در Xcode تموم شده، دیزاینمون انجام شده تمامه، فقط کافیه که دستورات هندل کردن این باتون ها رو با سی شارپ در ویژوال استودیو انجام بدیم. به این موضوع برمیگردم به ویژوال استودیو. در ویژوال استودیو در قسمت ویو کنترل دیزاینر، ویو کنترل دیزاینر در سی اس، میبینید دوستان که مقادیر کمپوننت هایی که اونجا تعریف کردم اینجا برای من ایجاد شده به صورت اوتوماتیک. به عنوان مثال اکشن، بی تی ان ماسک که همون مسیج بود برای من، پارشیال وید بی تی ان، فانکشن ns object sender و همینطور برای باتون ریست ایجاد شده. برمیگردیم به cs view control cs، از دیزاینر به view control cs میریم. در این قسمت میخوام باتون هایی رو که در Xcode تعریف کردم رو اینجا ایونتشون رو هندل کنم. برای منظور از partial void، دوستان چرا void؟ چون این خاصیت ارجایی داره، یعنی قراره این باتون ما خاصیت ارجایی داشته باشه، به خاطر همین از void استفاده میکنم. partial void btn message رو ابتدا فراخونی میکنم. میبینید به مسی که btn رو فراخونی میکنیم اینجا ایونتش برای ما هندل میشه و میتونیم از این کروشه باز تا این کروشه بسته دستوراتی رو که مربوط به باتون مسیج هستش رو اعمال بکنیم. من این رو حذف میکنم، همین کار رو برای با
باتونم ریست خودم هم انجام میدم. خب تا اینجا که هندل باتونای خودمون رو انجام دادیم، ایونتشون رو، خب هدف ما این بود که زمانی که کاربر بر روی باتون مسیج کلیک بکنه، مقدار لیبل تغییر بکنه و مسیج رو که میخوایم نمایش بده، و زمانی که روی ریست کلیک کرد مقدار اون لیبل ریست بشه. خب باتون من اینجا تعریف کردم تی بی اکس تکست، معذرت میخوام. خب تی بی تکست رو فراخونی میکنیم. میبینید دوستان که اینجا به تی بی تکست دسترسی نداریم. برای این منظور من میتونستم همون اول این خطا رو بگیرم، ولی گذاشتم تا به این مرحله برسیم و بعد دوباره برگردیم تا خطا رو برطرف کنیم، که شما درک بهتری از رابط اینها با هم داشته باشید. در اینجا در قسمتی که ویک آی بی او آوتلتت فراخونی شده و انستی تکست فیلد هستش، این رو کافی که از اینجا بردارید و در قسمت پایین سمیکالن از عبارت اد پراپرتی ان IBN outlooted و NST text NST text NST text field علامت ستاره و تی بی underline text رو اینجا فراخونی بکنید. خب بعد از این کار برمیگردیم به ویژوال استودیو با تی بی text رو فراخونی میکنم. همچنان بهش دسترسی ندارم دوستان. برمیگردم به ویژوال کد، مثلا بگم ایکس کد. اینها رو باید جاشون رو با هم تغییر بدیم. فراموش کردم این از نوع اسینک هستش و اینجا باید ابتدا پراپرتی پرانتز باز و بسته اسینک رو براش فراخونی بکنیم. خب الان اومن نباید خطایی رو داشته باشیم در ویژوال استودیو. تی بی تکس رو دوستان الان میبینید که بهش دسترسی داریم. انتخاب میکنم دات پراپرتی استرینگ ولیوش
مساوی باشد با، به عنوان مثال از این پی سی سمیکالن، میبندم کدم رو در قسمت تی بی تکست، مجددا string value برابر باشه با نال. خب دوستان میتونید هم سمیکالن خالی بذارید هم که نال رو اینجا براش فراخونی بکنید، هر طور که خودتون دوست دارید. رام میکنیم پروژمون رو، صبر میکنیم تا کامپایل و دیباگینگش تموم بشه. در حال بیلد کردن پروژه هستش. معمولا هر پروژه رو که برای اولین بار رام میکنید یکم زمان بر هست. خب اینجا اپلیکیشن من ران میشه. الان اگر بر روی باتون مسیج کلیک بکنم مقدار عظیم پی سی رو اینجا برای من نمایش میده. دوستان نکته که توجه باید بکنید اینجاست، میبینید عظیم پی سی رو پی تا سیش رو کامل برای من نیاورده. این به خاطر دیزاین من توی ایکس کد هست. حالا اگه ریست رو کلیک بکنم، خب اینجا استرینگ آرگومان از بین value cannot null parameters داره. continue میکنم اینجا به خاطر اینکه این error رو من برطرف بکنم، بعد از یک سیمیکالن استفاده میکنم و برمیگردم توی ایکس کد. اینجا کافیه که این رو مقدار ورودی value text box هم مشخص بکنم که تا چقدر اجازه داشته باشه متن رو نمایش بده. مجددا برمیگردم ویژوال استودیو، ران میکنم پروژه رو. مسیج میبینید که این بار به صورت کامل از این پیسی رو برای من نمایش داد. ریست رو که بزنیم بدون ایرور مقدار رو برای ما ریست بکنه. خب تم هم دوستان، تم اپلیکیشن همون هم که بسته به تم خود سیستم عاملمون داره. به عنوان مثال اگه من اینجا الان دارک بکنم، ببینید که اپلیکیشن همون هم از وایت به دارک، از لایت به دارک تبدیل شد. امیدوارم تا این آموزش براتون مفید بوده باشه. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.